دو پژوهشگر مطرح آمریکایی خواستار به رسمیت شناختن نسل‌کشی شیعیان و هزاره‌ها در افغانستان شدند. نویسندگان این تحقیق خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی برای بررسی وضعیت کنونی هزاره‌ها و جلوگیری از فجایع بیشتر علیه آنان شدند. همزمان با این، نمایندگی بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نگرانی از افزایش حملات علیه هزاره‌ها در افغانستان خواهان انجام تحقیقات مستقل در این مورد شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فاطمه موسوی. روچینا پاولوس، وکیل حقوق جزای بین الملل در کانون وکلای آمریکا و تیموتی فرانکلین، یکی از رؤسای کمیته حقوق جزای بین الملل، در گزارش تحقیقی که کانون وکلای آمریکا منتشر کرده، خواستار به رسمیت شناختن نسل کشی شیعیان و هزاره ها در افغانستان شدند. آنان از جامعه بین المللی خواستند که به بحران حقوق بشری هزاره ها رسیدگی کنند. این دو پژوهشگر جنایاتی که حاکمان افغانستان یا گروه‌های افراطی در یک قرن گذشته علیه هزاره‌ها در این کشور مرتکب شده اند را بررسی و مستند کردند. در این گزارش آمده عبدالرحمن خان از سال 1880 تا سال 1901 حدود 60% هزاره‌ها را قتل عام کرد. آنها را به بردگی گرفت و وادار به مهاجرت به کشورهای ایران، پاکستان، هند و کشورهای آسیای میانه کرد. در این گزارش همچنین به قتل عام افشار کابل در بهمن 1371، قتل عام هزاره ها در مزار شریف توسط طالبان در مرداد ماه 1377 و قتل عام یکاولنگ در دی ماه 1379 و تخریب مجسمه های باستانی بودا در اسفند همین سال اشاره شده است. طبق این گزارش، نیروهای طالبان پس از تسلط بر مزار شریف بیش از 5000 غیر نظامی شیعه و هزاره را کشتند و در یکاولنگ هم بیش از 300 نفر را بازداشت و به صورت جمعی تیرباران کردند. در این تحقیق همچنین آمده که کشتار هدفمند هزاره ها در دو دهه حکومت مورد حمایت غرب هم ادامه داشته است. طبق یافته های این تحقیق، از تیر ماه 1381 تا سقوط کابل به دست طالبان در مرداد 1400 دست کم 249 مورد کشتار هزاره ها ثبت شده است. در این گزارش به بیش از 200 مورد آدم ربایی هزاره ها از سال 1394 تا سال 1398 نیز اشاره شده است. بر پایه این گزارش، با تسلط دوباره طالبان، این گروه سیاست کوچ اجباری عبدالرحمن را پیگیری کرده و در نزدیک به 3 سال گذشته هزاران نفر از هزاره ها را در هیلمند، کابل، میدان وردک، دایکندی و بلخ وادار به ترک خانه هایشان کرده است. طبق این گزارش، قتل عام، آدم ربایی و بمب‌گذاری در مناطق هزاره نشین ادامه یافته است. این گزارش به یافته های سازمان عفو بین الملل از کشتار هزاره ها در استانهای غزنی، دایکندی و غور هم اشاره کرده است. این تحقیق کشتار هدفمند هزاره ها توسط شاخه خراسان داعش را مصداق برجسته جنایات علیه هزاره ها دانسته است. نویسندگان این تحقیق همچنین به تبعیض، پیگرد و بازداشت زنان و دختران شیعیان هزاره توسط طالبان در کابل، دایکندی و بامیان اشاره کرده است. نویسندگان این تحقیق خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی برای بررسی وضعیت کنونی هزاره ها و جلوگیری از فجایع بیشتر علیه آنها شدند. این دو حقوقدان برجسته آمریکایی تأکید کردند که جامعه جهانی برای جلوگیری از کشتار هزاره ها باید اقدامی شبیه آنچه برای جلوگیری از قتل عام در سودان، کمبودیا و ایالت روهینگیا در میانمار صورت گرفته روی دست گیرند.
همزمان با این، نمایندگان بریتانیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که نگران افزایش حملات علیه هزاره‌ها در افغانستان است. بر اساس اعلامیه‌ای که روز جمعه 11 اسفند در وبسایت دولت بریتانیا منتشر شده، این نمایندگی همچنین گفته است که درخواست یوناما را برای انجام تحقیقات در مورد حملات بر هزاره‌ها تکرار می‌کند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. برای صحبت بیشتر در این باره دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ آلمان با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. جناب آقای دکتر یاسا، تحقیقات و مستندسازی تازه این پژوهشگران آمریکایی چقدر توانسته وضعیت واقعی و ستمهایی که چندین ساله که علیه شیعیان و هزارها در افغانستان صورت گرفته را بازگو کند؟ احمد خدا صلی علی رسوله الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما که بنده را با خود دارین. موضوع یک موضوع بسیار مهمی است که از سالها به این طرف در این مورد صحبت میشه و ما فکر میکنم که با یک گزارشی که از طرف انجمن حقوقدانان امریکایی و بخش بین المللی از اونا پخش شده، تشکر میکنم از جناب آقای تیموتی فرانکلن و خانم رگینا پاولوس، گزارش خوبی را تهیه کرده. قبل از او هم گروهی از نمایندگان پارلمان در بریتانیا، در کانادا، غیر از کشورهای مسلمانی که تا هنوز در این رابطه چیزی نگفتن. این نشانگر از است که هنوز هم در دنیا انسان‌های زیاد هستند که وجدان‌های زنا بیدار است و در مقابل جنایتی که بر علیه انسان‌ها در جای دنیا صورت می‌گیرن، اونا صدایشان بلند می‌کنن. و متعلق بودن به یک قوم یا مذهب به این مفهوم نیست که اونا در مورد کشتار جمعی یا آزار جمعی قرار بگیره، بنابراین یک جنایت است. و خوشحال هستم که مردمانی هستند که در این مورد صحبت میکنن. بله جناب دکتر، به رسمیت شناختن نسل‌کشی هزارها از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل، آیا از تکرار این جنایات جلوگیری خواهد کرد؟ من او رقم گفته نمیتونم که 100% جلوگیری خواهد کرد. البته ایست که صده 21 صده ازی است که همه تفاوت‌های انسانی باید به رسمیت شناخته شود و فقط به خاطر تعلق به یک مذهب و یک قوم نباید کس حذف شود یا مورد آزار قرار بگیره. طبیعی است که نهادهای قوی بین المللی در سراسر جهان وجود دارند و این نوع از گزارشات کمک میکنه به این که نهادهای معتبر بین المللی وارد عمل شوند و از فاجعه احتمالی انسانی جلوگیری بکنند. سپاس از شما دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ آلمان.